لب دادن شهناز تهرانی به داوود هزینه حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریشو. لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. شهناز تهرانی، بازیگر، خواننده، رقصنده و گوینده رادیو اهل کشورمونه. خانم تهرانی متولد 1 فروردین 1333 در تهران هستند. ایشون تا دوره دبیرستان تحصیلات خودشون رو ادامه دادن و پس از اون به فعالیت در سینما و تلویزیون روی آوردند. شهناز تهرانی به آمریکا مهاجرت کرد و در حدود 1 دهه اخیر فعالیت‌هاش رو با حضور در برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، با بازی در تعدادی نمایش و تئاتر، با حضور مرتضی عقیلی و سایر هنرمندان ادامه داد. او سال‌ها در اسرائیل فعالیت خودش رو با حضور در رادیوی فارسی زبانان ادامه داد و در حال حاضر در ترکیه زندگی می‌کند. خانم شهناز تهرانی مدت‌ها قبل گفتگویی با آقای احمد آزاد داشتم که می‌پردازیم به قسمتی از مصاحبه و صحبت‌های ایشون. من اسم حقیقیم شهناز تهرانیه، بچه دخانیاتم، بچه آریانا. خیلی هم افتخار می‌کنم به این مسئله. از 13 سالگی کارم رو شروع کردم. وضع پدر و مادرم خوب نبود. نه پدرم پولدار بود نه گدا. بابام لباسای ارتشی می‌دوخت. من وقتی که وارد تلویزیون شدم، خب دیگه یواش یواش وضع مالیمون خوب شد دیگه. من رفتم برای مامانم خونه خریدم. خودمم با مامانم زندگی می‌کردم. پدر و مادرم از هم جدا شدن و پریشونیش برای من و خانواده‌ام بود. من چون تو اجتماع زندگی می‌کردم، کمتر زجر می‌کشیدم. برادرام رفتن اروپا و من هم آلوده سینما و تلویزیون شده بودم تا رسیدم به برنامه‌های تئاتر. اون روزا تو لاله‌زار کار می‌کردم. روز و شب‌های قشنگی بود و کارم رو خیلی دوست داشتم و عاشق کارم بودم. هر زمانی یاد گذشته می‌افتم، آرزو می‌کنم کاش یه بار دیگه برم تو لاله‌زار. کاش یه نمایش نامه بازی کنم. کاش یه فیلم دیگه میتونستم بازی کنم. خیلی زحمت کشیدم. خیلی زجر کشیدم. تو غربت خیلی اذیتم کردن. در زندان خوابیدم. بچه هم ازم جدا شدن. روزگار خوشی ندیدم. هیچکی کمکم نکرد. یه مدت کانادا زندگی کردم. هیچ جا نمیتونم دووم بیارم. هیچ جا. نمیدونم چه آشوبی تو دلمه. یه مدت رفتم دبی. یه ذره آرومتر شدم. مردم واقعی تر بودن که از ایران اومده بودن. بچه‌هایی که من ندیده بودمشون، لحن بیانشون رو نمیشناختم. ولی وقتی بغلم میکردن، وقتی ماچم میکردن، انگاری که سالیان سال همدیگر رو میشناسیم. من میگفتم بچه ها شما منو از کجا میشناسین؟ میگفتن ما شما رو از فیلمات میشناسیم. تو همونی که تو فیلم ها هستی. همین جملهشون من رو خیلی خوشحال میکرد که بچه های امروز تشخیص دادن من چیم و کیم. یه مقدار به خودم امیدوار شدم که هنوز باز زندم، بازم نفس میکشم. یواش یواش از دبی اومدم رفتم کانادا، چون محل زندگیم کانادا بود. بعد از اینکه از آمریکا دیپورتم کردن رفته بودم کانادا، ولی خب اونجا هم زندگی خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم بیام به استانبول و اومدم. البته اینجا هم باز یک مقدار از پولهای من رو دزد و حتی چند شبی هم گشنه خوابیدم. روزای سختی رو تحمل کردم تا اینکه مجبور شدم شروع به کار کنم. مادر و پدرم رو از دست دادم. خانواده‌ام کنارم نیستن، ولی الان با تمام این ناراحتی‌هایی که در وجودم هست، تنها امیدم به اینه که کار کنم و محتاج کسی نباشم، چون هنوز هم میتونم رو پاهای خودم وایستم و به خدای بزرگ امیدوار باشم. من یه ستاره سینما و تئاتر بودم و همچنین یک دوبلور. من برنامه ساز رادیو هستم. در آمریکا برنامه های رادیویی می ساختم. من یک نمایش نامه نویسم. من میتونم یک کارگردان خوب نمایش نامه باشم، چون تجربه من بسیاره در این مورد. تا الان حدود 45 ساله روی صحنه بودم، در تئاتر و در سینما و گویندگی و دوبلاژ و برنامه سازی و نمایش نویسی بسیار زحمت کشیدم و دنبالش رفتم. امروز نقش یک خواننده رو بازی میکنم و روی صحنه میام. بازم میگم به امید خدای بزرگ تا کی و تا چه زمانی من بتونم ادامه بدم زندگی رو که خدا میدونه، سعی میکنم محکم و استوار باشم و دل مردم رو شاد بکنم. اما
حمایت جنجالی شهناز تهرانی از همجنسگرایان. شهناز تهرانی در ژوئن 2020 با انتشار ویدیویی در پیج اینستاگرامش حمایت رسمی خودش رو از خانواده رنگین کمانی و همجنسگرایان اعلام کرد. او با انتشار یک پست اینستاگرامی نوشت: از 13 سالگی که لیلای صمد شدم تا امروز که 66 سالمه دنیا رو رنگ و رنگ دیدم. من در طی این سالها در ایران، آمریکا و هر جای دنیا که بودم دوستان همجنسگرای بسیاری داشتم که جز عشق، معرفت، مهربانی، صداقت، خلاقیت و هنرمندی چیز دیگه ای ازشون ندیدم. شهناز تهرانی در ادامه: به مناسبت فرارسیدن ماه ژوئن، در همون دوران ماه رنگین کمانی ها رو نامگذاری کرد و گفت بنده به نوبه خودم حمایت قلبین رو از خانواده رنگین کمانی ها اعلام می نمایم. عشق عشقه، با تنفر مقابله کنیم. جالبه بدونید که خانم شهناز تهرانی رابطه نزدیکی هم با آقای داوود هزینه دارن. شده بود که خانم شهناز تهرانی با آقای داوود هزینه، یکی از شاخهای اینستاگرامی معروف ساکن استانبول، رابطه دارن که البته این شایعی بیش نیست و خانم شهناز تهرانی در واکنش به این شایعات گفتن: داوود جان هزینه جای پسرم هستن، درسته با من زیاد ور میره و منو ماچو بوسه میکنه، اما داوود مثل پسرمه، من در کنارش کلی عشق و حال میکنم. کی گفته من با کسی که جای پسرم رابطه دارم؟ واقعا این حرفا رو نزنید عزیزان، داوود مثل پسرم میمونه. جالبی بدونید که شهناز تهرانی و داوود هزینه برای یک سایت شرط‌بندی دارن تبلیغات میکنن که در واقع همکار هستن، ولی خب داوود هزینه برای جنجال آفرینی و جذب فالوور بیشتر در کنار شهناز تهرانی ویدیوهایی منتشر میکنه که در حال ور رفتن با شهناز جان تهرانی و ماچه بوسه کردن باهاشه، که خب جدیداً ویدیو جدیدی از ماچه بوسه کردن شهناز تهرانی و داوود هزینه منتشر شده. اما آن چیزی که مشخصه و بهتر شما عزیزان بدونید اینه که خانم شهناز تهرانی بسیار پاک دل و بسیار مهربان هستند و الان هم برای گذران زندگیشون هستش که در ترکیه در کاباره ها گاهی وقتا برنامه اجرا میکنن و زندگیشون رو از این طریق میچرخونن. بر اساس شنیده ها ظاهرا خانم شهناز تهرانی دیگه با سایت های قمار و شرط بندی همکاری نمیکنه و هیچ تبلیغاتی هم براشون نمیکنه و فعلا فقط در کاباره مشغول هست. ویدیوی ما رو دوست داشتید، لطفاً در کانال حاشیه تیوی پلاس عضو بشید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و لطفاً اون زنگوله کناریش هم فشار بدید و لطفاً نظراتتون رو راجع به خانم شهناز تهرانی و حواشی زندگیش در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لینک این ویدیو و کانال حاشیه تیوی پلاس کانال ما رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و با عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس جزء اولین نفرها از دنیای هنرمندان باشید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید.